اوکی علی کوتاه لطفا. باشه امیدوارم صدام خوب شده باشه الان. آره خوب شد، خوب شد. راست گفت. اوکی. ببین داشتم میگفتم که دفعات مختلفی مردم اومدن توی خیابون، یه بخشش اقتصادی بود، یه بخشش موارد دیگه ای بود. حالا به خاطر دو تا جنبه هست من فکر میکنم، یه بخشش خانمایی هستن که خب مخالف در واقع حجاب اجباری هستن و اومدن جلو، پا گذاشتن جلو، یه بخشش هم مردم غیرتی شدن به خاطر یه لحظه من چیزی که به نظرم میرسه، شاید من اشتباه میکنم، که موضوع حجاب اجباری نیست. خب حجاب اجباری سیمبل جمهوری اسلامیه، موضوع فقط جمهوری اسلامی، یعنی هر موقع این اتفاق داره میفته به نظر من رسه، البته اگه من دارم اشتباه میکنم بهم بگین، که تظاهر کننده ها مشکلشون جمهوری اسلامیه، حجابو که دارن میزنن به خاطر اینکه سیمبل جمهوری اسلامیه. این اگه فردا پس فردا همینایی که الان دارن تظاهرات میکنن، اگه فردا یه دفعه حجاب اجباری شد حجاب اختیاری، اینا اینجوری نیست که بگن اه چه خوب چیزی که ما میخواستیم شد. میبینی به نظر اینجوری میرسه. البته موضوع، البته بذار اینجوری جمله تو درست کنم آقا، اینجا علی جان یه لحظه باش، موضوع فقط حجاب اجباری نیست در واقع. آره اتفاقا من به همین نکته میخوام اشاره بکنم. آره یک کمی من با این صحبت زاویه دارم. ببین من اتفاقا تصور میکنم اگر که فردا حجاب رو آزاد بکنن، 50% خانمایی که توی خیابون هستن اوکی میشن. کما این که یه جمله خیلی جالبی من شنیدم، اون زمانی که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی یکی دو سال گذشته اومده بودن تو خیابون، یکی مصاحبه میکرد میگفت که آقای خامنه‌ای فلان فلان شده، تو به من 10,000 تومان بده در نمیدونم هفته چی، من میرم میشینم تو خونم. من فکر میکنم اون هدف مشترک هنوز ایجاد نشده. هدف مشترک همون خارج کردن حکومت از دست شاید هم برعکس باشه. یه لحظه من نمیدونم شما این از کجا میدونین، شاید شما درست میگین. فردا اگه حجاب اختیاری کردن، خب شما میگین نصف اینا ممکنه برن خونه راضی بشه. خب شاید هم اگه فردا حجاب اختیاری کردن، این یک سیگنال خواهد بود به جمعیت که اینا کم آوردن، اینا زورشون کم شده. اگه زورشون زیاد بود که اینا به خواسته ما تن نمیدادن، الان اینا ضعیفن، اگه حجاب اختیاری کردن برو جلو دیگه چی بیشتر میتونیم گیر بیاریم؟ تازه شاید بیشتر هم بشه، کمتر نشه شاید بیشتر هم بشه. شما از کجا میدونی اینطوری نشه؟ من قطعا با این چیزی که گفتی موافقم، یعنی هر قدمی که حکومت عقب بذاره به خاطر ضعفش است. اگر الان عقب نمیذاره به خاطر اینکه احساس میکنه که قدرتمنده و همین هست که شما میگی. منتها چیزی که من دارم میگم اینه که برای اینکه اون هدف مشترک ایجاد بشه، اون هدف مشترک همون هست که مردم حکومت رو نخوان، باید گروه های مختلفی پا بذارن وسط. یه عده برای مسائل اقتصادی، یه عده برای مسائل سیاسی، یه عده برای کارپشن بیان وسط، یه عده برای حجاب بیان وسط. شما گفتین اگه بخش من متوجه نشدم، آیا شما گفتین اگه بخوایم کاری بکنیم که اینا حکومت رو نخوان؟ اینو گفتین؟ اگر ببینید هدف مهم به نظر من این همینش هم نمیخوام کردن دست کوتاه کردن دست این آدماست از حکومت. نه سوال من جواب ندید. من میگم آیا شما گفتین که ما بخوایم کاری بکنیم که اینا حکومت رو نخوان؟ سوال من اینو گفتین یه چیز دیگه گفتین؟ بله تهش میرسه به همین. آخه ببین همین الانش اینجوری، مگه الان اینجوری نیست؟ شما الان اینا که میان تظاهرات میکنن واقعا فکر میکنین اینا مثلا الان در به جای نرسیدن که جمهوری اسلامی رو در کل نخوان؟ ببین همون بود که اول گفتم، ببین اونی که مشکل اقتصادی داره من فکر نمیکنم 100% حکومت رو نخواد، میخواد مشکل اقتصادیش حل بشه. الان ببین تو این تظاهرات به نظر نمیرسه، ببین اگه بعضی از تظاهرات هست که ممکنه بعضی اینجوری باشه، خب تو این تظاهرات من فکر نمیکنم کسی که داره شرکت میکنه میاد میخواد داره شرکت میکنه. که شما شعارا رو اگه نگاه بکنید، آیا شعاری داریم که مثلا میگه که چه میدونم نیروی انتظامی رو تعطیل کنید یا حجاب رو آزاد کنید؟ تمام شعارا همش داره به اصل خود نظام داره اصل خود نظام داره هدف قرار گرفته. شعارا که نمیگه نه به حجاب میگه داریم شعار اینطوری میشه که اکثر شعارا که من داشتم همش به خود نظامه. من امیدوارم آرمین این باشه که تو میگه، ولی شعار دادن مردم تک تک
که شعار نمیدن، یه نفر اونجا یه دادی میزنه همه تکرارش میکنن. من معیار دیگه ندارم، معیار شما دارین. مثل... من نه معیار ندارم، ولی میگم امیدوارم این باشه که شما میگی، اما نمیدونم معیاری ندارم که بخوام بگم اینه یا اونه، ولی تصورم این هست که اون نیست. یعنی مردم شعار رو بر اساس چیزی که بهش گفته باشه. از کجا تصور شما از کجا باشه؟ باشه من درسته که معیاری که دارم علمی نیست و ممکنه غلط باشه، خب شعار مثلا معیار خوبی نیست. شما از کجا به این نتیجه رسیدید که یعنی بر چه اساسی فکر میکنید که این مردم مثلا اکثرشون یه چیزای خاصی میخوان، یه مثلا یه اصلاحاتی رو میخوان و سقوط نظام رو نمیخوان کسی که تظاهر دارن؟ معیار 100% ندارم، من عرض کردم نمیدونم، ولی امیدوارم اونجوری باشه، ولی مطمئن نیستم که یعنی میدونم. نگفتی مطمئن؟ نه نه، خیلی ادعا کردی که فکر میکنی که اینطوریه، فکر میکنی که اینها خب که دارن میان تو خیابون تظاهرات میکنن، بعضیشون اصلاحات اقتصادی میخوان، بعضیشون اصلاحات مثلا حجاب و اینجور چیزا میخوان، خب و سقوط نظامو نمیخوان. خب این چی بود؟ حست این بود؟ یعنی دلی، یعنی از کجا میگی؟ نه، شروع این قضیه از کجای جا شد؟ از اتفاقی که برای بی خانم افتاد. آره، شروع قضیه. آره، ولی اینو بهونه است به نظر. خب این اتفاقی که میفته بهونه میشه برای هدف گرفتن خود، یعنی اینکه چه چیزی باعث شده. ببینیم شما مثلا توی کشور دیگه یه دولت میاد مالیات میذاره روی واتساپ، خب و مردم میریزن تو خیابون تمام نظام رو میخوان بکشن پایین. موضوع که فقط اون واتساپ که نبوده، خب یه جای دیگه مثلا تو تونس یک کسی میاد خود آتیش میزنه سر مشکلات اقتصادی، بعد مردم که میریزن تو خیابون نظام رو میکشن پایین، که مشکل فقط اون چیز اقتصادی که نبوده، که یک جرقه بوده که باعث شده که همه مشکلاتی که مردم به نظام دارن رو یعنی باعث بشه که همش رو بخوان بیارن وسط میدون استفاده بکنن علی نظام. یعنی جرقه اولیه معنیش نیست که همه تظاهرات درباره اون جرقه اولیه است، یه انگیزه است. بفهم. درست این که میگی درسته، ولی من نه معیاری دارم که ردش بکنم، نه معیاری دارم که تاییدش بکنم، از جهت اینکه حالا چه تعدادی از آدم‌ها میخوان حکومت رو عوض کنن یا اهدافشون در واقع کوتاه‌تر هست از این قضیه. من تا چیزی که دارم میگم، ببین من یه مثال میزنم. ما داشتیم مواردی که مشابه همین قضیه، اگر یک گشت ارشاد کسی دختری رو گرفته یا یه اتفاق مشابهش پیش اومده، با دوست پسری کسی رو دیده باشم، برادره میره میکشتش، پدره میره میکشتش. یعنی من نمیخوام دست بذارم روی این خانم، ولی به صورت مصداقی میگم ممکن بود حتی اگر گشت ارشاد آزادش میکرد برادرش بره بکشتش، به خاطر اینکه نجابش خوبی نبوده. چرا نیست؟ من نمیخوام روی این دست بذارم. نه این شخص رو نمیگم. شما مثلا یه 5 تا خبر این شکلی توی ایران از یه نقاطی حالا میشنوید، بعد اینو تعمیم میدید به کل ایران و مثلا ایرانی ها و فرنگ ایرانی. این شکلی نیست که، نمیشه گفت اونجوریه، نمیشه این که مثلا مردم ایران این گونه فکر میکنن. یه لحظه نوید من که ایران زندگی میکنم. بپرس از نوید علی جان، اینو بر چه اساس به این حرف زدی؟ میتونید توضیح؟ من تعمیم ندادم به همه مردم ایران. من میگم که هستن کسایی که عقیده شون کماکان این هست، کما این که ما دیدیم چند بله هستن، ولی حالا احتمالش چقدره که مثلا یه همچین ببین یه سوال میکنم علی، واقعا صادقانه جواب بده. خب آیا کرد بودن خانواده ایشون تأثیری داشت برای این حرفی که الان زدی؟ اینی که من گفتم کردها شاید باشه، به خاطر اینکه کردها غیرتی هستن، بیشتر به نسبت فرض کن نمیدونم شیرازی ها، مثال میزنم، به نسبت نمیدونم یه شهر دیگه میتونه این تاثیر بذاره. بله چرا که نه، چون آیا فکر نمیکنی این نحوه تفکر زشته وقتی که مثلا یه اتفاقای خیلی افراطی که برای بعضی یه قشر خیلی اندکی از جامعه اتفاق میفته، خب اینو تعمیم بدی به کل نه ها، ولی جوری که داری صحبت میکنی داری تعمیم میدی به یک
جمعیت خیلی بیشتر از اون اتفاقی که داره میفته. خب یعنی زیر 1% جامعه است، ولی تو جوری که صحبت میکنی به نظر میرسه که مثلا میتونه 20% یا 30% جامعه باشه. یعنی تو اصلا نمیتونی وقتی بخاطر الان خودت هم قبول کردی که کرد بودن خانواده این شخص تأثیر داشته روی اینکه تصور بکنی که این خون میتونه خانواده باشه که خودشون میزدن این خانم رو میکشتن به خاطر کاری که کرده. خب بر اساس کاری که یک درصد بسیار کمی از این جامعه این کار انجام میده، ولی با این حال تاثیر گذاشته رو قضاوت تو بحث از بحث روم خارجه کلا، هم این بحث از بحث روم باشه. باشه درست. ببین من برای که جمله‌مو اصلاح کنم برگردم به بحث قبلی، صرف کرد بودن نه، جامعه ای که فرض کن ببین مثلا عرب ها هم غیرتی ترن به نسبت فارسا، کرد ها غیرتی ترن. آره ببین موضوع بحث این نیست، این حرف شما نتیجه گیریتون الان خوب نیست. خب شما دارین ولی خب. نمیخوام الان نمیخوام توضیح بدم اینا. خب ولی این نفع تفکر شما اصلا نجات ستیزانه است اجرایی. خب شما نتیجه گیری اینجوری نمیتونین درباره یه جامعه بکنین بر اساس اتفاقاتی که برای یه درصد خیلی کمیشون میفته. خب علی توی اتاق دیگه اگه میخواین این موضوع رو میتونین بحث بکنین، ولی الان موضوع این اتاق نیست. اوکی بسیار بسیار. من پس خلاصه میگم این که بس در واقع من نه نجات پرستم نه دست میذارم رو نگفتم شما هم من دوست دارم من دوست دارم، ولی آماری دارم میگم اگر که یه ببین من الان ببخشید من دیگه این رو ادامه نمیدم. بله ممنون. و این که همین به صورت خلاصه من بگم فکر میکنم اگر که اون بخشی که معتقدتر هستن توی جامعه اینا هم یکم یک کاری که شما داری میکنین توی این گروهات اینه که با اعتقادات خیلی داری در واقع سوال مطرح میکنی تو گروه های مختلفت، این کمک میکنه به این قضیه که عده کثیری از مردم که اعتقادی نگاه میکنن به همه چیز اونا هم بتونن پاشونو بذارن وسط و اونا هم بتونن به بخش مخالف ها بپیوندن. در نهایت من میگم این اجتماع گروه های مختلف با اهداف مختلف باعث میشه که به اون هدف اصلی که در واقع گرفتن قدرت از دست یک عده هست به ثمر برسد. متشکرم که مایک رو در اختیار من دارید. اوکی ممنون علی جان.